زانی وماد ای برای حوسنگری زرگی خبر ای رفیقان ای عزیزانی وماد ای برای حوسنگری زرگی خبر کردن آلینم امن پکو تنیم تیده کوشم بو وصل تاکو دجیم کردن آلینم امن پکو تنیم تیده کوشم بو وصل تاکو دجیم تاب مینی نوری شاو هیزی بیم تاب مینی نوری شاو هیزی بیم دیمو 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 دیم دیمو 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 دیم گمبرو خوب و حواری با وفا گمبرو کنگو برو بخشی صفا گمبرو خوب و حواری با وفا گمبرو کنگو برو بخشی صفا گمو دچم شور ند بستانی کر گمو حالدم جمش نیش بستانی کر گمو دچم شور ند بستانی کر گمو حالدم جمش نیش بستانی کر تاب مینی نوری شاو هزی بیم دیمو 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 کرد دواری ای والا تجوانکم رولکم خیزانکم. با سلام ها و شادباش های نوروزی به شما عزیزان بیننده تلویزیون برابری و برنامه بری از تاریخ، به همه شما فرارسیدن سال نو رو تبریک میگم و امید داریم که سال تازه سال شادمانه تری برای همه مردمان ایران باشه. سالمان نو شد و اما غمهامان کهنه. تکرار این که مردگان امسال عاشق‌ترین زندگان بودند ذهنمان را تسکین خواهد داد تا شاید سالی نو و بهاری نو را در ادامه راهی که آغاز کرده ایم تجربه کنیم. یاد باد آن جاوید نامانی که به نام زن زندگی آزادی برای شکوه آزادی ایستادند و جان دادند و داغ نبودنشان در شروع سال جدید همچنان برای ما که پرچم آزادی خواهی، برابر طلبی و سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی رو برافراشته کرده ایم هرگز این داغ سرد نخواهد شد. امسال رو در سالی آغاز میکنیم، در شرایطی آغاز میکنیم که جنبش انقلابی مردم ایران همچنان ادامه داره و در تک تک باورهای مردمان ایران این باور تقویت شده که این حکومت اسلامی دیگر جای در ذهن و زندگی و این سرزمین نخواهد داشت و دیگر استبداد توان ایستادگی در برابر قدرت بی قدرتان، قدرت خیابان مردم را نداره و راه باریک آزادی قابل گذرتر از همیشه است. در این سالی که آغاز خواهد شد مردمان ایران بر زمینه سال 1401 و انقلابشون راه پیمایی بزرگ سرنگونی رو آغاز کردند و با ارائه منشورها و بیانیه‌ها و صداها و فریادهاشان در خیابانها و خاورانهای ایران فریاد آزادی برابری سر میدن. با این فریاد و با این شادباش ها به یوسف عزیزم تبریک میگم و درود بر تو یوسف جان. درود و تبریک متقابل بدو بهترین آرزوها. صحبت های فراوانی کردی در نوروز، نوروز هایی را که دیدیم لااقل در سالهای سخت و سالهای غیر سخت نداشتیم، ولی وقتی بیاد می آوریم نوروزهای من را بعضی هاش نکته هایی داره. اگه یادمون باشه که نوروزهایی که من با من خاطره فردی هم بیان بکنم، فکر کنم در تاریخ ایران خاطره جالبی هست، اون هم روز 29 اسفند به ملی شدن نفت، تکان دادن یک گوشی از رها شدن از استعمار و استثمار انگلیس. این رو یک مصوفی در واقع
معتقد و مؤمن به قانون معتقد به مشروطه بود، معتقد به آزادی بود، اشراف بود، از اشراف خیلی سفت و سخت قدرت هم بود، اما واقعا معتقد به اون آزادی بود که در مشروطه قرار داشت و به اون معتقد بود و عمل میکرد. صوفیان دیگه هم بودن که همراهش میکردن. در هر حال یادی بکنیم از این سرداری که تونست این در واقع اعتباری رو به مردم کشوری بتونه بده در ملی شدن نفت و پیروزیش در دادگاه الهه که جای تقدیر داره. و این رو هم یادآوری بکنیم که کسایی که بهش در واقع از پشت خنجر میزد، یا اون مقام همین اسلامی ها، همین نباب صفوی ها، دو سه سال قبل از اون حجیر که نخست وزیر بود کشتن، رزمارا رو کشتن، حتی میخواستن رزق رو هم بکشن که نشد، ولی با پیوند با آمریکا در کودتای 28 مرداد اون رو هم در واقع سرنگون کردن. این خصلت خصوصیت این نکبت اسلامی که بعداً در سال 57 دچار شدیم و دیدیم نوروز، اولین نوروزی رو در کردستان و خوزستان و بلوچستان آغاز کرد، این رو قرار شاه در واقع سایه انداخته بود روی این مسئله. ولی بدونیم این حکومت نکبت، ما خاطره‌ای که داریم از نوروز سنندج هست، از خوزستان هست، لشکرکشی به خوزستان و سرکوب در بلوچستان. این جوری این حکومت آغاز شد، ادامه پیدا کرد. در کردستان دیدیم سال بعدش باز هم هجوم آورد در بهار 59 و همینطور ادامه داشت. هرچند مدتی که با جنگ دو تا دولت ایران و عراق چه نابکاری ها، چه نابسامنی های به سر مردم برود نیامد. و بعد از اون دیدیم بلافاصله چه مصیبت های رخ داد. در عراق بمباران حلبجه بود و نقطه ننگینی بر تاریخ خاورمیانه که عوارضش گردان شوان نصیب مصیبت کردستان ایران شد. ولی چیزی طول نکشید، در همین زمان هم سرنوشتی را خوب میشه دید در قطع عام زندانیان سیاسی به دست حکومت جمهوری اسلامی دیگه. همه شون بر پرچمشون الله اکبر نوشته بود، که مباران حلبجه، که گردان شوان، که قطع عام زندانیان سیاسی با پرچم الله اکبر نقش بسته بود. بعد از این میبینیم تاریخ ما نمیسته، تاریخ حرکت خودش رو داره و پیش میره و میبینیم در جاهایی نکته هایی رو سر میزنه. اگر سال بگیریم 88 به صورت جوان ها اومده بودن، حتی اون موقع بازم الله اکبر میگفتن، ولی میگفتن رأی من کو، الله اکبرشون دیگه فرق داشت با الله اکبر ابدیه ای که این جنایتکار ها اومدن سر کار. آنچنان آمده بودن که این الله اکبر رو بردارن و آنچنان هم شد. حرکات بعدی، مبارزات دیگه، وسیع کارگران از هفت تپه بگی تا فولاد اصفهان، تا بعدش پیوند با شکوه معلمان و پیوندشون با محصلان در این سالهای اخیر، مخصوصا سال 1400 خودشون نشون داد. و این پیوند با والدین محصلین که در تأیید و حمایت از معلمان بود، بازنشسته ها دیگه به خود اومده بودند و این بار با یک وحدت مبارزاتی از این جلوه دیگری به این کشور مصیبت دیده و این گوشه ای رو که این شکلی برش مصیبت روا داشته شده میبینیم. اما بخشی از همین کشور که خوشبختانه هنوز هم سایه نکبت اسلام سیاسی بر سرش نتونسته کاملا سایه بندازه،
وقتی مهسایی رو، ژینا رو در تهران به قتل میرسونن جانیانه و نابکارانه، جنازه اش رو به سقز میبرن، انگار در اونجاست که ژینا از گور به در میاد، از خاک به در میاد و فریاد میزنه زن زندگی آزادی. این خود ژینا هست که نه تنها سقز، نه سنندج، نه کردستان، نه ایران، بلکه انعکاسش رو در تمام دنیا میبینیم. وقتی که این بوشه نگاه خیلی خیلی گذرا بر این تاریخ میبینیم، ببینیم تاریخ بعد در حرکت پیش میره و الان تصویری رو میبینیم، ادامه مبارزه که از همین مهر ماه شروع شد به نام انقلاب، در واقع زن زندگی آزادی، انقلاب ژینا، انقلاب مهسا. مهسا تبدیل شد به سمبولی برای برابری زن، برای احقاق حقوق زن. دیگر نمیشه از بشر صحبت کرد بدون اینکه واقعا تصور بکن که وقتی میگیم بشر یعنی منظورمون زن و مرد. دیگه اون دنیای نکبت مردانه دیگه ترک برداشته، نمیگم تموم شده. و اینجاست که یاد شعر شرکو به کس میفتم که میگه چه کسی این نوروز زندانیم را از بند رها خواهد کرد و بر بالینم سرود سرخ خواهد خواند. با آرزوی اون روزی که دیگه نوروزمون رو خودمون بسازیم. آرزوهایی که میکنیم هیچ وقت متحقق نشده، اما وقتی که این سیر رو نگاه میکنیم میبینیم قابل تحقیقه و روزی خواهد رسید که نوروزمون رو خودمون خواهیم ساخت و به امید اون روز. بسیار ممنون براتون، امیدوارم سال بسیار بسیار خوبی رو آغاز کرده باشیم، سالی که برپایی به قول شما همون جنبش زن زندگی آزادی و ژینای عزیزی که جان باخت و پرچم آزادی‌خواهی رو در تمام کشور ما چنان سامان داد که تمام نه فقط بلوچستان و کردستان و خوزستان و تهران، بلکه همه شهرهای ایران، همه شهرهای جهان شاهد شنیدن این غریب آزادی بخش و زنانه شدن. از نیوزلند تا لس آنجلس که خورشید در واقع در حال گردشه و شما شب و روز 24 ساعت به هم پیوند میخوره، بیش از 250 تا 300 شهر در سراسر جهان هفته ها فریاد ژینا رو سر دادن و این نشانه تأثیر بسیار عمیقی بود که این جنبش بر ذهن و روان مردم گذاشت. ذهن و مردم مردمی که خیابان رو رها نکردند، شعارها و شعار نویسی ها رو رها نکردند، از آتش زدن نمادهای آپارتاید جنسی و حجاب و اسارت زن هرگز غافل نشدن، از رقص و موسیقی و تئاتر و نوشته های شاعرانه غفلت نکردن و از هر زبانی و اشاره‌ای برای اعلام زندگی، دفاع از زندگی، دفاع از نیروی زندگی دریغ نکردن. تو این سال بود که ما شاهد کشته ها و جاویدنامان فراوانی شدیم. صدها نفر جان باختن، هزاران نفر زندانی شدن، صدها نفر چشمهاشون رو از دست دادند و معلول شدن، اما با یک چشم هم گفتن باز ادامه خواهیم داد، باز هم ارزشش رو داره برای آزادی جان دادن. این روحیه مقاومت و ایستادگی در تاریخ ایران بی‌نظیره و میشه گفت که در تاریخ خاورمیانه این گونه مردم قلب و جان و زندگیشون برای هم بتپه و جهانی رو به شگفتی واداره، جهانی که تصویر داعشی و حکومت شیعوی از ایران و منطقه ما داشت، یک دفعه
تصویر کوبانی، تصویر زنان قهرمانی که در مقابل داعش زاییده شدن در ابعاد عظیمتر و گستردهتر، مدرنتری تو ایران خودش نشون داد و یه چهره تازه‌تری شد، چهره‌ای شد که کل جهان یک باره هنرمندا و اینها موهاشون رو کوتاه کردن، در خیابان دستاشون رو به دست تبعیدیان و ایرانی دادن و این صدا رو پژواک دادن. سیاستمداران و هنرمندان در مسابقه برای جلب آرای عمومی با جنبش آزادی بخش ایران و زنان ایران اعلام همبستگی کردند و ما شاهد در واقع واکنش های جهانی بودیم به این قضیه. سال 1401 اینگونه با مطالبات و منشورهای اجتماعی و منشورهای مطالباتی خودش رو شکوفا کرد. تمام تلاش اردوی سلطنتی که در واقع علیه به قول شما مصدقی ایستاد که صنعت نفت رو ملی کرده بود، همه اردوی اونا، همه تلاش سلطنت و گودتاچی ها برای گرفتن رهبری هدایت این جنبش با شعار نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری، نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، واکنش نشون داده شد و نگفتن، نگفتن به سراب سلطنتی و حکومت اسلامی یکی از جانمایه های جنبشه که به صورت جنبش مطالباتی هم توی الان توی اصفهان ما هم ما شاهدش بودیم. چگونه شما از صنعت نفت گفتید و ملی شدنش و از اون نوروزی گفتید، نوروز 31 که مردم خیلی شادمان بودن، یکی از شادی بخش ترین عیدها و نوروزهای ایرانیان بود، دوره‌ای که استعمار پیر رو به زمین زده بودن، پوزش رو به خاک مالیده بود، یک پیرمردی از میان مردم ایران که میخواست نبگه به استعمار. این یک غروری ساخت که حتی در همه سالها مسئله مصدق فراموش نشد. دوره کنونی دقیقا همون دوره است، دوره خونریزی های بزرگ اما شادمانی بزرگتری که هویت تازه‌ای به مردمان ایران داد، زن زندگی آزاد. چگونه اینا رو میشه با هم تلفیق و تبیین کرد؟ تصویر شما از این دو واقعه چه است؟ همین که اشاره کردم، من به نگاه گذرایی کردم این دانه تصویر تاریخ ما رو چه شکل‌هایی رو به خودش میگیره و وقتی میبینیم اون همونطور که اشاره کردم یک مفتی قانون، یعنی معتقد به قانون در این حد، نه خیلی بیشتر، ولی واقعا رفتارش با گفتارشی که بود ثمره 10 سال تمام مبارزه بود که از 1920 شروع شده بود، دوران مدرن، دوران حرکات حزبی، دوران نوینی که تازه دیگه داشت مطالب جدید، مطالب دنیای جدید می اومد، حرکت حزبی، حرکت خیابان. خیابان از سال 1920 به بعد رایج شد، قبل از اون این چیزی نبود، ولی بعد از اون شروع شد، انشعابات حزبی شد، قدرت حزبی شد، در واقع سیاست های خارجی در صورت های دیگه مختلفی از حالت های فرمانی و گذشته بود و تبدیل شده بود به در واقع به صورت دسته ها، گروه ها و سازمان های مختلف عمل می کردن که در همینا یکی از مخربترین، مخوفترین و پنهانی ترینش این رشته در واقع اسلامی نکبت بود که عمل می کرد که در جوار همتا و مقوم نیروی سلطنت و ارتجاع سلطنتی بود و این رو ما می بینیم که وقتی در امروز روز هنوز این ارتباط رو با هم دیگه میبینیم، وقتی که میبینیم بعد از اونی که حوزه علمیه درست میشه معنا داره، همه اینا به هم پیوسته است. اون شعارهایی که شما گفتید کاملا درسته، ولی وقتی که میبینیم
همینطور مانندی وقتی میگه بر سر قبر من آواز بخونید نخونید، همینطور میگه وقتی که میبینیم دیگه اینجاست که میگیم پیروزی انقلاب رو ما میبینیم، دیگه سایه نکبت اسلام سیاسی داره کنار میره. این همین جوونیه که نسل قبلترش میره میگو الله اکبر رای من کو، تغییر کرده، گذشته از چه صافی؟ از صافی تمام مبارزاتی که تا الان میبینیم، بودیم از پیوند مبارزات کارگران هفت‌تپه و فولاد اصفهان بگیر تا پیوند با شکوه معلمین سراسر کشور و پیوند به اصطلاح نخبگان و فرهیختگان بازنشسته‌ای که میبینمشون که برای معلوم اون دیگه فقط برای امروز خودش نیست که فداکاری میکنه، دیگه میخواد فرزنداش، میخواد نوه‌هاش اون زجری رو نکشن که بر اینا روا داشته شد. و اینی که ما این امید رو میبینیم، انقدرم به اصطلاح عجوب به قول معروف نباشیم که انگار که همین امروز سنارسشه های یه چیزی معامله بشه و زندگی اونجوری عوض بشه. اونجوری عوض نمیشه. اون خیلی خطای در واقع این چاه ویل تاریخی که جلو پامون بود و ندیدیمش، این نکبت اشرافیت روحانیت رو ندیدیم از انقلاب مشروط تا حالا ندیدیمش. الان باید برای پاک کردن این خیلی نیرو بذاریم، ولی میدونیم شدنیه. مسیر رو میبینیم اینو میگه، این مسیر این رو میگه که شدنیه. تیکه های کوچکی شدنیش رو هم تجربه کردیم، همون شورای محلات و شهر و بنکه های رو در کردستان تجربه کردیم. مگر اینکه یه عده پیدا بشن دیوانه که نمیدونم چی اسمشون بذارم که بگن مثلا اون نه اون مال کردستان به ما مرده، نه گوشه ای از همین کشور در چارچوب همین که این اتفاق افتاده، این شهر نمیدونم شورای محلات و انتخابات و شورای شهر و بنکه ها که در نمیدونم لیختنشتن که اتفاق نفتاده، در کردستان همینجا در چارچوب همین فرهنگ، همین سیاست و همین سیاست کلی دنیایی در همینجا اتفاق افتاده و تونسته، یعنی آدمیان میتونه سرنوشت خودشونو به دست بگیرن. من اگه همباره صحبت از 24 روز مقاومت مردم سنندج میکنن در مقابل نیروی جمهوری اسلامی، تأکید بر این نه فقط بگم اینجا یک فداکاری کردن، نشون دادنی آدم ها میتونن شخصیت پیدا بکنن توی یه شهر که اجازه نداره ارتش از تو شهر هم رد بشه. این دیگه چیز عجیبی نیست. این عجیب بودنش در واقع به رو آمدن شخصیت انسان هست. اگه این روحیه رو تقویت بکنیم در همه جا، هیچ قلدوری نمیتونه به اون حکومت بکنه، هیچ کس. قلدور فقط قلدوره. آره تا حالا بوده، همه قیاما، همه انقلابا، همه شو توده های مردم میکنن، ولی میبینیم که نخبگانن که حکومت ها رو دست میگیرن. ولی دیگه دوران مثل این که داره میگذره و بگذار ما هم جز اون سیلی باشیم که آره دیگه خیابان باید خودش حکومت بکنه، نه کاخ نشینا. سیاست رو به دست کاخنشین ها دیگه نمیدیم، ازشون خارجه. بگذار اونا هر کاری داریشون میخواد بکنن، ما هم نشون بدیم که آره میتونیم و خواهد بود. میبینیم، میبینیم که شدنیه و برای این شدن امیدوارم جشن نوروزی بگیریم، اون جشن های در واقع آتش های چهارشنبه سور رو بگیریم، چهارشنبه سوری که این سور به همون فراموش شده در زبان فارسی که سرخ است، به معنی سرخه، اصلا لاله های سور به معنی لاله های سرخه و این فراموش شده، ولی این آتش رو باز هم بیفروزیم و به استقبال نوروزهایی بریم که خودمون میسازیمش. دقیقا به قول شیرکو به کس که برای ماست این ماه، هم زندانی که ماه را در آن کشتند خورشید تسخیرش کرد و رودخانه‌ای که نوشید جویبار کوچک را سرانجام در کام دریا فرو بنشست.
و این سرانجام انقلابیه که ما در پیش داریم و امید که سال نو سالی باشه که خورشید در این تاریکی در واقع غلبه کنه و شاهد شادی و آزادی، برابری و سرنگونی حکومت اسلامی باشیم. باز هم به همه شما بینندگان عزیز برنامه برگشت تاریخ صمیمانه فرا رسیدن سال 1402 رو تبریک میگیم و امید داریم که بر پایه دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب جنایی 1401، 1402 رو با پیروزی به سرانجام برسونیم. براتون بهترین آرزوهای نوروزانه و بهارانه رو داریم. شاد و سلامت و پیروز باشید.